گوشی جدید خریدی مبارکت باشه حالا استرس گرفتی چه جوری رجیسترش بکنی مخاطبین گوشی قبلی تو بریزی رو گوشی جدیدت یا هر اطلاعات دیگه یا حتی برنامه‌ات چه جوری نصبش بکنی امروز قراره توی آلفا از 0 تا 100 اونم توی چند دقیقه بهت یاد بدیم که چجوری گوشی تو کامل دقیق راه اندازی بکنی یک درود فراوان یک به یک درود فراوان از عزیز آقا ما خیلی ستون داریم خیلی عاشقتونیم دمتون گرم حالتون چطوره عالی یکی من داشتم الان برمیگشتم بعد یه کامنتی دیدم که به شدت انرژی بهم داد نمیدونم تو دیدیش نه. یا نه راجب انکر آر 50 آی ان بود که بحت. ویدیوش اینجا هست نوشته بود بحت. که من یه ارپاد داشتم با توضیحاتی که شما دادید میرم و این گزینه رو انتخاب کردم و میرم میخرم و چی بهتر از این که شما به ما اعتماد میکنید به راهنمای خریدا گوش میدین و کامل و دقیق نگاه میکنید خیلی دوستتون داریم هم اومدیم با هم آقا صفر تا صد بگیم که آقا گوشی راه اندازی میشه چی کار باید بکنید چه نکاتی باید رعایت بکنید سر نرم افزاری <applause> سر نمیدونم حتی لوازمی که میخواید انتخاب بکنید کابل و شارژر و هزار تا چیز دیگه اول کار هم برای شیامی هم برای سامسونگ ویدیو براتون میذاریم خودتون ببینید که راه اندازی اولیه به چه شکلیه دقیقا این کاری که ما انجام دادید ما انجام بدید که بعدا یه وقت به مشکلی چیزی بر نخورید <applause> این چیزی که خیلی ها بهش بر میخورن اینه که آقا وقتی گوشی رو تهیه میکنن اینترنتشون رو روشن میکنن میگن بابا اینترنتمون ضعیفه با اینکه بله. که سر پرجی پور... که خالیجیه بله. سر فرجیه و یا حتی مثلا گوگل هم باز نمیکنه فقط چیزا ایرانی رو باز میکنه این به خاطر تنظیمات ای پی گوشی تونه که واسه ایرانسل همراه اول و رایتل به صورت جداگونه چیز جزئیشون فقط متفاوته فقط کافیه برید تو تنظیماتتون حالا چون تنظیمات گوشی ها و اینا متفاوته تو قسمت سرچ شما یا میتونید سرچ بکنید APN ای اگه گوشیتون فارسی سرچ بکنید نام نقطه دستیابی همچین چیزی سرچ که بکنید واسهتون میاره اگه دو سیم باشید با توجه به سیم کارتی که میخواید اینترنتشو فعال بکنید انتخابش میکنید آره روش کلیک میکنید روش کلیک بکن و اینجا اکسس پوینت داریم حالا اینجا بله. و اگر ای پی ان واسهتون نیورد اکسس پوینت بزنید اون اختصارشه اینجا که برسید الان میبینید اینجا ام سی این ایجادش به چه صورت به علاوه رو میزنید و فقط با دوتا کادر اولی ما کار داریم یعنی نیم و ای پی اگر همراه اولی دوتا کادر اولی ام سی اگر ایرانسلید دوتا کادر اولی ام تی ان و اگر رایتلید می رایتل بعد از اینکه نوشید ذخیره میکنید فعالش میکنید و بعد اینترنتتون به صورت بسیار فوق العاده کار میکنه. برای ها یه نکته خیلی ریزی هست. شاید آقا امتن رو زده ولی همین چیزی که امیر گفت فقط برای های داخلی و اینا بله. بالا میاد و گوگلتون بالا نمیاد یا هزار تا چیز دیگه فقط کافیه بزنید روی همون MTN ایرانسل این قسمت پروکسی و پورت هست. امه. اینجا هیچ چیزی نباید باشه. اگه خادش. یه سری عدد بود شما میزنید روش پاکش میکنید اوکی رو میزنید و سیو رو میزنید ذخیره بشه و درست میشه هیچ مشکلی دیگه ای هم باش نداریم بریم سراغ چیز بعدی که خیلی مهمه توی گوشی و راه اندازی و اولیه اینه که آقا شما میخواید نرم افزار نصب کنید بله یه سری نرم افزارا رو من, خب... من مثلا میخوام نصب آره ببین یه سری بله. نرم افزارا رو ایرانی ها رو که خب آخر سر میگیم بله. میمونه گوگل پلی خب. برای اندروید گوگل پلی حتما باید نصبش بکنی حالا قبل نصب شما باید جیمیل داشته باشی که ما یه خورده جلوتر بهتون میگیم که جیمیل هم چطوری نصبش بله هر بله بله هر که خواستی نصب کنی هر چی اگر توی گوگل پلی بود نصب می‌کنی اگر نبود میری کار سراغ هیچ جای دیگه نمیری یا نمیری تو گوگل سرچ میری یه نرم افزار به اسم مایکت نصب میکنی امه. اونجا میری هر نرم افزار ایرانی که خواستی نصب میکنی و لذتشو ميبرم. میبری حالا شاید بازارم باشه و شما بگید بازار فلان و اینا دیتا های مایکت نسبت به تجربه ما که هم برای خودمون هم برای مشتری ها نصب کردیم بروزتر بوده مخصوصا بانکیا آره بروستر بوده و مایکت از این نظر بهتره و یه قابلیت خیلی باحال دیگه هم که داره مایکت شما وقتی نرم افزار میخوای مخصوصا بازی میخوای نصب بکنی دیتاش هم خودش نصب میشه اگه یادتون باشه بعد قبلا میرفتی توی او بی بی, أو بی, أو بی, 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 بی چی آسفالت و پکشو بریزی و اونجا بعد ذخیره بکنی آیا بشه آیا نشه ولی خود مایکت این کارو براتون انجام میده و برای نصب بازی هم خیلی راحت اولی مارکتی که اومده بود دیتا خودش میریخ اگر درست یادم باشه ایران اپس ایران اسمش فکر کنم ببینید به جیمیل برخوردیم بله. مشکل بعدی جیمیله اینه که شما بخواید یه ایمیل شخصی برای خودتون داشته باشید اصلا اصلا کار سختی نیست که بخواید بیاید مثلا در فروشگاهی یا برید پیش آقای موبایلی بخواد واسهتون انجام بده هیچ کاری نداره تنها کاری که لازمه بکنید میرین داخل مرورگره گوشیتون سرچ میکنید جیمیل کرییت اکانت به محض اینکه اینو سرچ بکنید اولین سایتی که میاد کلیک میکنید روش و اصلا مراحل واقعا ساده است اسم و فامیلتون رو میگیره تاریخ تولد جنسیت آدرسی که میخواید برای جیمیل بذارید که اگر موجود باشه خودش یه سری پیشنهاد میده یا بهتون میگه عوضش بکنید ده. رمزتون رو تایید میکنید و بعد یه شماره ازتون میگیره به عنوان ریکاوری یکی از آپشن های خوب جیمیله که اگه مثلا رمز یادتون رفت بتونید ریکاوریش بکنید و همین دیگه میزنید دسترسی ها و اینا رو اجازه ها رو کامل میدید اوکی میکنید و ساخته میشه و سینک میشه رو گوشیتون داخل... و از گوگل پلی استفاده میکنید داخل تنظیمات هم که بری یه قسمت اکان هست یه قسمت خود گوگل هم هست وقتی که بری ساخته شده باشه اونجا برات میاره نشد نهایت اون چیزی که ساختی اونجا رمزشو میزنی فقط یه نکته خیلی مهمه شما باید اطلاعات کامل اسم فامیل تاریخ تولد و از اون طرف خود آدرس جیمیل و شماره موبایل و رمزتون رو حتما یه جای یادداشت بکنید و بذارید داخل جعبه گوشی چرا این کار انجام بدید چون آقا چهار روز دیگه رمز گوشی فراموشتون شد یا گوشیتون رو ازتون دزدیدن <تصفح> <تصفح> یا به هر نحوی شما گوشیتون قفل شد اولین کاری که گوشی از شما میخواد اینه که آقا اطلاعات جیمیلی تو وارد کن و وقتی بلد نباشی حداقل باید یه تومن تا بستگی به مدل گوشی داره تا دو سه تومن هزینه بکنید که تازه این قفل گوشیه که بهش میگن قفل پی بله. قفل جیمیلتون باز بشه پس اینو یادتون باشه و انجامش بدید یه دکشه دیگه میمونه برای ساخت اکانت های شیامی و سامسون اکانت شیامی و سامسون چه قابلیتی داره ما معمولا می کنیم نصب نکنیم حالا یه وقت یکی خواست نصب بکنه مثلا آقا یه سری فونتا بذاره یه سری تما بذاره م -م. هیچ مشکلی نداره شما هم جیمیلتون رو میتونید وارد بکنید هم شماره موبایلتون رو معمولا توی شیامی شماره موبایلتون رو میخواد و بازم میگم رمزش رو بنویسید یادداشت بکنید بذارید کنار همون جیمیله و بذارید داخل جعبه گوشی که هم میشه داشته باشید برای سامسونگا جیمیل میخواد همون جیمیلی که ساختید اونجا هم وارد میکنید دوباره اسم میزنید یه تاییدیه روی جیمیلتون میاد تاییدش میکنید و میرید داخلش و الان شما هم اکانت شیامی دارید هم اکانت سامسونگ دارید ولی اگر اینو اگر رمزش رو یادتون رفت اون هزینه بود برای جیمیله دو برابر سه برابرش رو باید بکنید تازه اگر بشه قفل سامسون یا قفل اکانت شیامی رو باز دارید تا بتونه از گوشی استفاده بکنی پس این نکته رو حواستون باشه مورد بعدی زمانیه که شما گوشی جدید می‌خرید و می‌خواید انتقال اطلاعات بدید انتقال اطلاعات خیلی بحث مفصلیه که اینجا جاش نیست اما مورد اولی که اولویت داره انتقال دادن مخاطبینتونه که حالا از سیم کارتتون یا دستگاهتون میخواین انتقال بدید تنها کاری که کافیه بکنید اینه حتما برید توی برنامه مخاطبینتون بله. توی تماس یه ها کله آدمه آره توی برنامه تماس ها برید این امکان رو نمیتونید داشته باشید توی شیامی یه گزینه داریم ایمپورت اکسپورت میتونید بزنید و از حافظه ای که میخواید میتونید حالا مثلا فقط سیمه یک باشه فقط سیم دو باشه یا کل دستگاه اکسپورت رو میزنید و توی حافظه داخلیتون که مسیرم بهتون نشون داده میشه اکسپورت میگیرید توی سامسونگ هم میتونید برید داخل کانتکستون <تصفح> معذرت میخوام میتونید برید داخل مخاطبینتون و همه ی مخاطبین رو سلک بکنید شی رو بزنید و یه حالت وی بهتون نشون میده میزنید و میره داخل حافظه داخلیتون و از طریق بلوتوس یا حالا هر نرم افزاری که خودتون خواستید انتقال میده روی گوشی جدید فقط کافیه کلیک بکنید روش و ایمپورت رو بزنید که انتقال مخاطبینتون به صورت کامل جامعه انجام بشه توی گوشی های شیامی یا یه سری سامسونگا ما که یه حالت ما بهش میگیم اندروید خام رو اندروید خود که مال گوگله مخاطبین و این جور چیزا یا اس هاشون اون شکلیه و اونجا فقط کافیه که برید داخل همون مخاطبین یه قسمت آچار اون پایین هست آچار که بزنید اونجا براتون ایمپورت و اکسپورت میاره یه نکته ای هم بگم کسایی که سیم قدیمیه شاید یه سری مخاطبین روی سیم داشته باشن که وقتی میرن دفتر خدماتی عوضش میکنن مخاطبینشون از بین بره برای همین این کارم انجام بده ذخیره یه جایی داشته باش و بعدش اگر دیدی که احیانا مخاطبین رفته یه ایمپورت بزن بزند روش و بیا و مخاطبین قبلی تو داشته باش فقط یادتون باشه که حساباتون رو انتخاب بکنید مثلا سیمکارت و جیمیل و همه که اونایی که توی دستگاه هست همه رو با هم تیکشو رو بزنید که همه بکاپ مخاطبین شما رو بگیره برای عکس و فیلم ها اینا هم خب چیز خاصی نیستی که شما راحت گوشی تو وصل به کامپیوتر سیستم هر که داری دونه به دونه حالا معمولا سعی کنم مثلا یک گیگ انتقال بدی اول کپی میکنی از روی گوشی روی کامپیوتر بعد که مطمئن شدی همش کپی شد و اون چیزایی که میخواستی کپی شد میخوای بریزی روی گوشی جدید و بعدم دوباره کپی میکنی روی گوشی جدید و بعد مطمئن میشی اون وقت پاکش میکنی برای کال هیستوری یا برای اس ام اون یه سریا براشون مهمه اونو دیگه بعد بری تخصصی پیش موبایلی اگرم دوست داشتی حتما ویدیوشو براتون بسازیم ولی برامون کامنت بکن بنویس این ویدیو رو لایکش بکن برای حسابای مجازی و مثل تلگرام اینستاگرام و, این و این هم که چیز خاصی نداره فقط میمونه واتساپ که اونم باید روی جیمیلت بکاپ بگیری داشت. اگر اونم خاصی حتما برامون بنویس بریم سراغ بحثی که سامسونگ انداخته تو جونمون اول اپل انداخته تو جونمون بعد نه. سامسونگ انداخته تو جونمون و اونم انتخاب شارژره اول از اون که شما یه گوشی که داری یه وات معینی داره بله. که ما توی ویدئوهای معرفی گوشی های جدید اینو به شما میگیم که مثلا آقا این گوشی چند وات دوم از اون که یه کابل داخلش هست خدا را شکر هنوز کاب داخلش هست و بله. این کابلش خودش بهترین داره. جنسیه که توی بازار هست که شما میتونی استفاده بکنی. میری سراغ کل شارجه بستگی به نوع گوشیتون شما شارجر متناسب انتخاب میکنی سعی کن شارژر اصلی انتخاب بکنی یا نهایت نهایت اگر نمیدونستی که اون شارژر جنسش خوبه یه برند خیلی خوب بخری مثل انکر مثل مکدودو که بتونی ازش استفاده بکنی و باتریت هم خراب نشه به هیچ عنوان به هیچ عنوان تاکید میکنم به هیچ عنوان شارژر قوی تر از اون چیزی که قراره برای گوشی شما شارژ بکنه نخرید و استفاده نکنید که سری باتریتون خراب میشه آقا مثالش من خودم باتریمو عوض کردم پنج وات دیگه مم. گوشی من 20 وات استفاده کردم باتریم باتریه ایوا دمت آره الان گوشیش خاموش انداخته از گوش مغازه هیچ کارش کو... هم نمیتونه کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره دقیقا مثالش هم بر من بعد از چه مدتی هلوش شیش آره. این اتفاق برای من افتاد و منم خودم بی میکردم و دیگه شد دیگه آره. اگر بررسی دقیق آداپتور و شارژر و کابل و اینا همه خواهید ویدیوشو این بالا واسه تون میذارم ما قبلا گرفتیم میتونید یه سر بزنید و کامل متوجه بشید که چه آداپتوری و چه کابلی خوبه و آیا حتما لازمه که برند خود گوشی باشه یا نه مورد آخری که هست از بحث, بحث جزاره که الان هم خیلی داغ و از همه هم مهمتر بحث رجیستریه که شما دو تا روش برای رجیستری دارید البته میشه گفت سه تا ولی خب حالا دو تا دیگه یا از طریق سایت هم تا یا اپلیکیشنش اقدام بکنید که واسه اندرویدیا هست واسه iOS ها هم توی مارکت سیب جو هست چرا هست. توی مارکت سیب جو هست آره من جدیدا دیدم آوردن میتونید استفاده بکنید کاری هم نداره نرم افزارش رو الان اینجا واسهتون ما اجرا میکنیم نرم افزاری که اجرا بکنید اینجا چند تا گزینه داره که ما فقط با فعال سازیش کار داریم زمانی که گوشی نو میخریم شماره ای که میخواید رو میزنید شماره رو تکرار میکنید آره اونی که میخواید بذارید تو سیم یک و آیمی های دستگاهتون که میتونید هم دستی وارد بکنید که البته اسکن بکنید بهتر آیمی های یکتون رو اسکن میکنید و کد فعالسازی که شرکت گارانتی بهتون داده میزنید اینجا و فعالسازی و تمام اگر از طریق سایت هم خواستید اقدام بکنید باز به همین صورت شمارهتون وارد میکنید کد تایید میاد و باقی مراحل به همین صورت نکاتش چیه برای این اول از اون که کد فعال سازی 6 رقمه مهم. یا روی کارت یا روی برچسبه که بعد مختوشش بکنی یا یه سری از گارانتی ها گفته که آقا پیام بهم به بده تا برات بفرستم یا هم برو داخل سایت هم ثبت نام بکن تا برات کد رو بفرستم این نکتهشه و یه نکته دیگه آقا شناسه دستگاه از کجا میگه شناسه دستگاه یا روی کارتون زده یا برای اینکه اطمینان داشته باشید از اصالت چیز میتونید ستاره, ستاره مربع 06 مربع, سفر سفر مربع, مربع شماره گیری روی, <تصفيق> <تصفيق> روی هر گوشی براتون آیمیای یک و آیمیای دو رو میاره و اونجا راحت شما میتونی بری آیمیای خود گوشی رو با اونی که روی جعبه نوشته رو مطابقت بدی اگر اوکی بود که خب هیچ مشکل نداره هر کدومش رو وارد کردی هیچ ایرادی نداره یا اسکنش میکنی گزینه اسکن هم داره یا اگر دیدی که مطابقت نداشت باید حتما بری پیش اون کسی که خریدی یا حتما زنگ بزنی به شرکت گارانتی یه مشکلی برات پیش اومده بعضی موقع امیر شده که مثلا آقا میری این کار رو انجام میدی ولی بهت کد نمیده احتمال زیاد مال اینه که شرکت هنوز ثبت نکرده شما تا یک ماه وقت دارید هیچ مشکلی هم نداره الکی هم نترسید نگران نباشید که حتما همون موقع بعد رجیسترش بکنید تو مثلا یه هفته دو هفته شاید مثلا این گوشی هنوز چون جدیده توی سامانه ثبت شده توسط شرکت و کدی براش نمیاد و بعد یکی دو هفته اوکی مشکل نداره اصلا هم استرس نگیرید اگر گوشی هم دست دوم میخرید این نکته آلفا تکیه دست دوم میخرید حتما انتقال مالکیت بدید بله. اگر گوشی قسطی میخرید حتما انتقال مالکیت بدید مگر اینکه مثلا به طرف خیلی اطمینان داشته باشه انتقال مالکیت نده به شما ولی حتما حتما یه رسیدی یه چیزی بگیرید یه فاکتوری بگیرید که آقا خدای نکرده بعدا مشکلی پیش اومد بتونی یه کاری انجام بدی مورد ده... یعنی راه آخری که واسه این هست راه دومش چند تا بود که آخر... راهش اینه. آره سه تا چهار تا هفت سه تا دو مربع وقتی که اینو شماره گیری میکنید آیا میای دستگاهتون بعد شمارتون و بعد کد فعال سازی رو میخواد از این طریق راحت میتونید انجام بدید که سیم کارتتون و سیم یک که گذاشتید حتی خود شماره را گاهی اوقات واسهتون تشخیص میده و به راحتی انجام میشه وقتی که شمارهتون رو وارد میکنید حتما حتما مطمئن بشید که شماره درسته و مال خودتونه چون اگه به نام یکی دیگه زدی درد سر و یه آره یه عدد جا, جا. پدر هم خودتون رو در میاره هم شرکت گارانتی که سه ساعت بخوای پیگیر بشی و این داستانا سوالی که شاید توی ذهنتون پیش بیاد اینه که دستگاهتون دو تا آی ام داره چون معمولا همه دستگاه دو سیم شدن نه لازم نیست سر دومی هم ساب بکنی چون خودکار آیمی آی ام دو رو یکم زمانی که شما رجیستر بکنید ساب میشه یه مشکلی که خیلی هم ممکنه واسهشون پیش بیاد اینه که این کده از قبل مختوش شده یا یه رقمش مثلا پاک شده زمانی که برچسب میکنن چیکار باید بکنن نگرانی نداره شما رو گارانتی رو برمیداری زنگ میزنی میگی من این دستگاه رو از این آیمی های خریدم از این که با این آیمی های خریدم آیمی های بهشون میدی کد رجیستر میفرستن واسه به همین راحتی اصلا استرس نداره چون خیلی وای اگه وای نمیدونم بابا استرس نداره تاش تا اونا نمیشه ویدیو که آره، استرس نداره پس این ویدیو رو لایکش بکنید لایکش بکن کامنت هم برامون بذار ببینید از این مشکلات داشی میدونم که تمام سوالای شما رو از توی ذهنتون پاک کردیم با این جوابایی که امروز براتون اوردیم و ویدیو خیلی خوشگلی که امروز براتون ساختیم ما همیشه به فکر شما هستیم که الکی نخوای پول تو جای دیگه از اینه بکنیم من دیدم خیلی هم مثلا دیویست هم میگیرن که فقط یه گوشی رو بکنه بکنن آخه بیان صاف آخه خودت میتونه انجام بدی بعدم مگه مگر اصلا یه دقیقه بیشتر وقت تو رو میگیره نه اصلا میگم شما ما خودمون رایگان براتون انجام هستید آره دمتون گم پس حتما کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید که بتونید ویدیوهای خیلی قشنگتری براتون بسازیم دمتون گرم زنگوله یاتون نره خیلی دوستتون داریم خیلی مراقب به دلای کوچیکتون باشین جون گلا رو میبرن <applause> خدا بای کنم وای کنم بای کنم بای کنم بای کنم بای کنم بای کنم